یا آقای گفته ناهنجاری های فرهنگی دل متدینین رو خون کرده. یعنی چی؟ یعنی دل این متدینین فقط با این ناهنجاری های فرهنگی خون میشه؟ آیا دل این متدینین با این فقر وضعیت معیشت مردم خون نمیشه؟ یا متدینین هم دو دسته شدن، متدینین سمت شما و سمت ما؟ چون والا من هر متدینی که میبینم بیشتر دلش از این وضعیت معیشتی مردم خونه، از این مینالن، میگه این چه وضعشه، چرا یه همه گرونی، بیکاری، تورم. والا اون متدین هایی که ما هم میبینم بیشتر دغدغشون اینه، دلشون بابت ای خونه. حالا شما کدوم متدینی بگید من نمیدونم. اسم ترامپ به خاطر کاهش سهام یکی از شرکت هاست از 500 ثروتمند جهان خارج شد. بابا ترام خجالت نمیکشی؟ ناسلامتی 4 سال رئیس جمهور قوی ترین کشور دنیا بودی، اقتصادی و همه چی، بعد الان لنگ یه سهامی که کاهش پیدا کنه یا افزایش؟ بابا 4 سال رئیس جمهور بودی، اگه تو 4 سال یه چای وارد میکردی، یه لاستیک چیزی وارد میکردی، الان باید تو جز 5 تای دنیا باشی، نه لنگه یه سهام. اندازه یه خرخان از خدا عمر گرفتی، 70 سال داری کار میکنی، تازه سرمایه شده 5-6 میلیارد دلار، تازه از صفر هم شروع نکردی، از بابات بهت رسیده. توی 70 سال چی کار میکردی که هنوز سرمایه؟ با اینجا 2 سال یارو میشه من تو 70 سال. بعدم بگید توی کشور هیچی ثابت نمیمونه. دیدی ثابت موند؟ بله، دولت تونست یه چیزی رو ثابت نگه داره واسه امسال. بله تونست. چیو؟ نه، یارانه ثابت و معیشتی مردم. گفتن امسال افزایشی نداره دیگه، هرچی پارسال بهتون میدادیم امسال میدیم بازم. حالا عقب جلو میشه، حالا یه 2-3 روز که تش آخر سال یه ماه بره تو پاتون، ولی ثابته دیگه. بله بخوان ثابت نگه دارم میتونم، ولی چیزی که به زبر مردم باشه. بله اینو توی چیزا ثابت نگه میدارن، تازه بعضی موقع کاهشی هم هست، چیزی که به نفع مردم کاهش میدن میگن بستشونه. قشنگ هر ماه هم 3-4 روز میزنن، تش آخر سال میشه یه ماه به اون کمتر دادن. اینا توی چیزا حرفه‌ای هست. میگن تو تعطیلات عید فطر تو سانحه جاده ای 70 نفر متاسفانه کشته شدن. بابا مگه این تعطیلات عید فطر چند روز بود که این همه کشته داده؟ واسه چی دقت نمی کنی؟ یعنی 2-3 روز که تعطیل میشه به جای اینکه برید خوش بگذرونید این همه کشته؟ که میدونم ماشینامون مزخرفه، لگنه، زباله است، ولی شما رعایت کنید. میدونید سوار چه ماشینی شدید؟ لااقل طبق اون ماشینی که سوار شدید رعایت کنید. سوار لگن شدید، در حد یه لگن ازش انتظار داشته باشید، سبقت نگیرید. کسی با لگن سبقت نمیگیره، لگن دیگه نهایتش سالش 50-60 تا که بیت کوین ای پول دیجیتالی هست توی یه ساعت 7% کاهش پیدا کرد. بابا حق دارم من ای پول آغوشم نیاد. بابا من او پولی که تو کارت آبر بانکم هست و پول حساب نمی کنم، خوشم نمیاد ازش. وای بالا دیگه، ای بیت کوین که اصلا پول نیست. چیه؟ چقدر پول داری؟ 100 بیت کوین چقدر میشه؟ بذار بیرون. پول نیست، پول باید کاغذی باشه، اسکناس. توف بزنید بشمارید چقدر داره بودی، بذار دخل رو بشمارید. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ایست تاش کمه. بابا من تازه از جلو باجه گرفتم، علیکی خشن بشمارید تا کنید تو جیبت، هی بشمارید شد. نه تو آبل بانک داد، اونم بیت کوین. واقعا چجوری پولتون اینا میکنه؟
یعنی ما جز تنها کشورهایی هستیم که نه شرایط موندن رو داریم نه رفتن. یعنی هر کسی که نگاه میکنی قشنگ سخته، یا بمون یا بری، شرایط باشد سخته. حالا بقیه کشورها لاغر یکی از شرایطی دارن، یا میشه توش مون یا میشه ازش خارج شد به راحتی. مثلا میگی آقا من نمیخوام اینجا بمونم، میخوام این کشور برم، بهت میگن راه باز جاده دراده عوضی برو. اینجا چی؟ عوارض خروج رو 30% گرون کردن. یعنی بخوای بری قشنگ نمیشه، سخت میشه رفت. واسه چی؟ میخوای کشور خارج شی دیگه. بابا میخوام خارج بشم دیگه. دیگه بابت خارج شدن من باید یه چیزی اضافه تر بدم؟ بله باید بدی. مگه نمیخوای خارج بشی، راحت بشی، بیشتر هزینه کنی؟ اینجوری میگن. انیسه گفته باید با هنجار شکنهای استادیوم فوتبال برخورد بشه. آه کدوم هنجار شکن؟ همون خانومه هست جیمی جامپه که پرید تو زمین فوتبال، سید حسینی بغلش کرد، جوری حالا بغلم نبود، تو آغوش گرفتش. انیسه تاکید داره که با این برخورد بشه، ترجیحاً با دوتاشون، اگه نشد فقط با خانومه، فقط برخورد صورت بگیره، چون انیسه خیلی حساسه به چیزا. انیسه بله میگه با برخورد بشه، لااقل با اینا برخورد بشه. نظر انیسه، انیسه میگه اگه برخورد نشه خیلی کار فراتر میره. انیسه نظرت چینه؟ انیسه پسرش چه خبر؟ انو ونکوور نمیکنه قصه شده؟ آه تو گفتی نخریده. با اونر گفته نمیشه بعد حقوقها رو بر پایه تورم افزایش داد. خب پس با اونر این حقوقها رو بر چه پایه باید افزایش داد؟ بر پایه تورم. خب اگه نمیشه حقوقها رو بر پایه تورم افزایش داد، چرا این تورم کاهشی نمیشه اندازه حقوقها بشه 20%؟ آه نمیشه. واسه چی؟ آه چون تورم دست شما نی حبابه. چی دست شماست؟ آه حقوقهای مردم، اونو فقط میتونی کاهش بدید. اونه حالا باید چی کار کرد؟ آه دعا کنیم حبابه بترکه. کی میترکه؟ معلوم نی. با سنجاب ابتدا کردی نترکید؟ این حبابه تو بکنم با دریل فقط بترکه، دریلم دست با نی حبابه. دیدید مال اتاق بازرگانی هم دیگه از ما دست شست، دیگه اونم به ما امیدی نداره و گفته باید واسه اجناسمون به فکر بازار خارجی باشی. این بازار داخلیمون، یعنی ما رو میگه، توان خرید اجناس ما رو ندارن و گفته نمیتونن بخرن. روشون حساب نکنید، روی داخلی ها مال ما، باید به فکر خارجی ها باشی. گفته ای داخلی ها دیگه نهایت دغدغه شون نون و گوجه و خیار و سیب زمینی و پیاز و اینا هست، نمیتونم مال ما رو بخنن و بیش از حد روشون حساب کردیم و لیاقت حساب ما رو نداشتن. دیدید؟ گفته نمیتونم بخنن اینا، صبح تا شب دارن چوسی میان، نون نداریم، کرای خونه نمی چی، اینا میتونم مال ما رو بخنن عمرن، با بدیم به خارجی.